بیانیه‌های کارزار بین المللی پارلمانی، گروه هلندی دوستان ایران آزاد و قازلقزاد شیخ تیسیرت تمینی از فلسطین. محکومیت دفن مخفیانه پیکرهای شهدای اشرف برای از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت توسط حکومت مالکی در عراق. کارزار بین المللی پارلمانی در دفاع از اشرف و لیبرتی. در یک عمل بزدلانه، دولت عراق پیکرهای 52 شهید اشرف را که در اول سپتامبر 2013 قتل عام شدند، مخفیانه دفن کرده است. بیشک، این دفن مخفیانه به منظور از بین بردن آثار جرم دولت عراق بوده است. کارزار بین المللی پارلمانی در دفاع از اشرف و لیبرتی دفن مخفیانه پیکرهای شهیدان را قویاً محکوم می کند و به یک تحقیقات بین المللی توسط دادگاه جنایی بین المللی درباره این قتل عام و گروگانگیری در اشرف فرا می خواند. کارزار بین المللی پارلمانی همچنین به دولت عراق یادآوری می کند که دفن مخفیانه این پیکرها مسئولیت این دولت در جنایت علیه بشریت را پنهان نخواهد کرد، بلکه آن را مضاعف خواهد کرد. گروه هلندی دوستان ایران آزاد: دفن مخفیانه پیکرهای شهیدان اشرف یک اقدام زبونانه و پست است که مبین مشارکت دولت عراق در این جنایت علیه بشریت و تلاش این دولت برای سفیدسازی و پنهانکاری است. مالکی به وضوح در وحشت از عواقب جنایت علیه بشریت سعی دارد تمامی شواهدی را که بر اساس آنها هر تحقیقات بی‌طرفانه بین المللی بدون شک به او و خامنه ای به عنوان عاملان این جنایت اشاره خواهد کرد را محو کند. گروه هلندی دوستان ایران آزاد مصرانه بر ضرورت یک تحقیقات مستقل بین المللی توسط دادگاه جنایی بین المللی درباره قتل عام و گروگانگیری در اشرف در اول سپتامبر تاکید می کند. عاملان این جنایت بایستی به عدالت سپرده شوند. قازلقزاد شیخ تیسیرت تمیمی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و حقوق بشر قدس، از دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواستار ارجاع مسئولین دفن مخفیانه پیکرهای 52 شهید اشرف به دادگاه جنایی بین المللی شد و اعلام کرد هدف این اقدام شنی از بین بردن آثار جنایت زشتی است که دولت نوری المالکی علیه ساکنان اشرف مرتکب شده است. از همین رو انجام یک تحقیقات بین المللی مستقل و همه جانبه توسط دادگاه بین المللی جنایی درباره قتل عام و گروگانگیری در اشرف و دیگر جنایت‌های صورت گرفته در کمپ‌های اشرف و لیبرتی علیه ساکنان بی‌دفاع و حفاظت شده و احاله مرتکبین این جنایت‌ها به دادگاه بین المللی جنایی ضروری است.